بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم، یعنی آخرین جلسه بررسی آیات سوره فرقان از آیه 61 به بعد. جلسه گذشته آخرین بحثی که داشتیم درباره رحمان بود. الذی خلق سماوات و الارض و ما بینهما فی ستت ایامن، اون خدایی که آسمانها و زمین رو در 6 دوران آفرید، سپس بر عرش مستولی شد، یعنی جهان رو به حیات و حرکت درآورد. الرحمن، چه کسی این کار رو کرد؟ از کدام صفت خدا این آفرینش و اداره جهان ناشی می شد؟ الرحمن. در جای دیگر قرآن گفته شده الرحمن علل عرش استوا، اونی که داره اداره میکنه جهان رو رحمانه، یعنی اداره جهان اداره است بر اساس رحمانیت، دلسوزی. یه وقت سازمانی، کارخونه، شرکتی اداره میشه برای سوداوری، برای استثمار دیگران، نه برای خدمت به دیگران. ولی جهان یک کارخانه است که بر اساس خدمت به کارمندان، کارگزاران، کارگران اداره شده، یعنی همش خیره، نه برای نفع کسی دیگه. فسأل بهی خبیرا، حالا که رحمان بر جهان مستولی هست، او داره اداره میکنه، پس از او بخواه، چون او یکسره در حال رحمت بخشیدن هست. با وجود این، اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، به این منکران وقتی گفته میشه که در خدمت رحمان باشید، یعنی در این جهان، در این سمفونی بزرگ هستی، چشم به دست رهبر ارکستر بدوزید و مطابق نوتی که او داده ساز خودتون رو بنوازید، این میشه سجده دیگه، یعنی هماهنگ بشید با همه جهان، در خدمت باشید، ساز ناسازی نزنید. قالو و مر رحمان، یه رحمان دیگه چی چیه؟ ما سرین پیامبر با وجود اینکه الله رو قبول داشتند، جلسه گذشته هم عرض کردم، یکی رب رو قبول نداشتن. رب یعنی کسی که ارباب او داره میکنه، باید به او توجه داشت، او رئیسه، او صاحب اختیاره، نه این اربابای دنیایی. خداپرستی فقط این نیست که قبول داشته باشیم که جهان یه خالقی، آفریدگاری داره و ما هم به او اعتقاد داشته باشیم. اصلا تو قرآن نگفته اعتقاد باید به خدا داشت، هیچ جای قرآن نگفته باور کنید خدا رو، اعتقاد داشته باشید. اینا سخنای فلسفیه. فیلسوفان مسلمان در برخورد و آشنایی با فیلسوفان یونان این اصطلاحات آوردن، اینجا گفته ایمان داشته باشید. ایمان یعنی در پرتو امنیت او قرار بگیرید، خودتونم منشأ امنیت بشید برای دیگران. اونها قبول نداشتن ربوبیت و یک، دوم رحمانیت. و رحمانیت صفت رحمت عام خداست. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان مثل اون رحمت عام خداست که مثل خورشید به همه جا مساوی میتابه، رحیم اون رحمت ویژه است که هر کی بیشتر بگیره بیشتر بهش میده. در تابستون لباس تیره بپوشین، بیشتر نور رو جذب میکنه، اگر سفید بپوشید کمتر. در برابر رحمت خدا هم همه دارن برخوردار میشن، همه، حتی دشمن خدا. ولی اونایی که در معرض رحمانیت قرار بگیرن، به اون نزدیک بشن، پنجره دلشون رو باز بکنن، بیشتر میتونن جذب بکنن. خب تا اینجا ما خوندیم دفعه گذشته. آیات امروز با تبارک شروع میشه، همینطور که خود سوره با تبارک شروع شد. اولین آیه چی بود؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. پر برکت، چقدر برکت آفرینه، چقدر برکت بخش اون خدایی که فرقان رو بر بندش فرستاد. فرقان یعنی اون عاملی که آدم بتونه فرق حق و باطل و زشت و زیبا رو، خوبی و بدی رو تشخیص بده، یعنی محک طلاسازا، عیار رو تشخیص بده.
خب این یک برکت خداست که به ما یک کتاب تشخیص داده، هدایتی برای تشخیص زشت از زیبا. یک برکت دیگه هم داره، چراغی گذاشته، خورشیدی و ماهی که اونجا هم تشخیص بدیم تاریکی از روشنایی رو. این دومیشو داره میگه، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. هر دوش ببینین مثل همه، هر دوی شناخته، یه خورشید در طبیعت، یه خورشیدم کتاب به ما داده، اونم روشن میکنه. تبارک باب تفاعل، برکت بخش، برکت آفرین اون کسی که در آسمان بروجی قرار داده. حالا بروج رو توضیح میدم. و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، یه سراجی قرار داده. سراج یعنی چراغ. چند بار تو قرآن اومده؟ فکر کنم 4 بار. خورشید رو میگه سراجه، یه چراغه. یه جا میگه سراجن و حاجن، و حاجنی دائما در حال تلالو، نور افکنی میکنه، پرتو افکنی میکنه. ولی ماه از خودش نور نداره، ماه منیره، منیر یعنی منعکس کننده نور. ماه روشن شده است، چراغ نیست. این 1400 سال پیش گفته، هم میشه فکر میکردن که ماه هم مثل خورشید نور داره. هیچ جا نگفته که ماه نوری از خودش داره، ماه منعکس کننده یه نور خورشیده. اما بروج، بروج همون قلعه است دیگه. ما یه سوره هم در قرآن داریم به نام بروج، و سماء ذات البروج، سوره بروج، سوره 89 ظاهرا. سوگند به آسمانی که ذات البروج، ذاتش، ماهیتش بروجه. نه این که بگه بروج تو آسمان هست، فیه بروجون و سماء ذات البروج. حالا بروج چیه؟ بروج کلمه ایست که در زبان عربی نبوده، از رومی گرفته شده. اونها برگوس، ریشش برگوس هست. یونانی ها قلعه هایی که می ساختن، قلعه های تو در تو برای خدایان یا برای فرض کنید پادشاهان، فرمان روایان یا برای سرحدات کشور، اینو بهش برگ میگفتن یا بروگ، مثل استراسبورگ، هامبورگ. بسیاری از شهرهای اروپایی به نام همین قلعه ها نامیده شده دیگه، چون بقیه خونه ها که خونه های عادی بوده خراب می شده، ولی این قلعه ها که با بهترین مساله ساخته می شده، هم زیبایی شهر بوده هم می مونده، مثل ارگ بم. برگ در فارسی هم ارگ می گفتیم. عربا چون گاف ندارن، برگ و برج گفتن یا بروج. بنابراین بروج همون سیستم حفاظتی دور شهر هستش، یا قلعه حفاظت از پادشاه، مثل ارگ بم. ارگ بمو اگر حداقل عکسای قدیمیشو دیده باشین، 6 7 تا قلعه تو هم دیگه است. بیرونیش تودهای عادی مردم بودن، کشاورزا، بعد داخل همینجوری هرچی نزدیکتر میشد طبقات بالاتر جامعه، اون قسمت آخرش که همین رو شیب میرفت بالا، اونجا اون خان و فرماندار و نمیدونم هر کی که بوده در طول تا. قلعه ها معمولا همینطور بوده، مثل قلعه بابل، یا تو ایران هم اکباتان در همدان اگر رفته باشین اونجا آثارش بالاخره هست، هم میشه در دنیا بوده، ایرانی ها از اونها یاد گرفتن تو این منطقه، ولی اصلش از غرب آمده. حالا در آسمان هم سیستم حفاظتی مثل بروج هست. جالبه که هم برجایی که تو دنیاست دو نقش، دو تا فانکشن داشتن، یکی حفاظت از شهر یا از پادشاهانه، دوم زیبایی، چون مهمترین ساختمان‌های شهر دیگه مونده، کنگره‌هایی که روش می‌ذاشتن. ارگ بم چقدر زیبا بود. جالبه که خدا هم یه سیستمی تو آسمان قرار داده که در 15 تا آیه در این مورد آمده در قرآن. میگه اونم دو تا نقش داره، یکی حفاظت، یکی هم زیبایی. بذارید من دو سه تاشو براتون بخونم، توی این پاورقی هم آوردم. جعلنا السماء سقفا محفوظا،
ما آسمان رو یه سقف محافظی روی زمین قرار دادیم. حالا محافظ در برابر هم سنگ‌هایی که به زمین می‌خوره، هم اشعه‌های ماورای بنفش، پرتوهای خورشیدی، بادهای کیهانی، دیگه داستانیه برای خودش. هفت طبقه است که هر کدوم هم یه نقشی در برابر یه طیفی از این اشعه‌ها داره. سقفاً محفوظاً و هم من آیاتها معرضون، مردم به این نشانه ها توجه ندارن، اعراض میکنه. یا سوره فصلت، زینا سماء الدنیا به مصابیح و حفظاً، آسمان پایینی رو، طبقه پایینی رو ما زینت بخشیدیم و حفاظت دادیم. چون فقط این طبقه پایین ایزوسفره که رنگینه، یعنی نور خورشید اینجا میشکنه، ما رنگی میبینیم آسمانو، هم طیف نوری هست هم آسمانو لاجوردی میبینیم. از اون بالاتر بریم آسمان سیاه سیاهه، اصلا تلالع ستارگان و اینام دیده نمیشه درش، با موشک که میرن بالا همش سیاهه. میگه زیناها للناظرین، ما این آسمان پایینو برای ناظرین زیبا کردیم. ناظرین از کجان؟ از تو زمین که دارن نگاه میکنن. یعنی محیط زندگی ما رو خدا رنگی کرده که ما رنگی میبینیم جهان رو، بالاتر اصلا رنگی نیست. و دوم حفاظت. یا سوره صافات، انا زینا سماء الدنیا، دنیا نه به معنی دنیا کره زمین، اون که دنیا یعنی دون پایین، ما آسمون پایینی رو به زینت الکواکب، ستارها اینجا زینت دارن میدرخشن و تلالو دارن، و حفظن و سیستم حفاظتی. فراوان یا سوره هج، انا جعلنا فی السماء بروجن، ما در آسمان ها بروجی قرار دادیم، و زیناها للناظرین، برای ناظرین زیباش کردیم، و حفظناها من کل شیطان رجیم، شیطان هم یعنی رانده شده است، تمام سنگ های رانده شده سرگردان، همه اینا رو حفظ کردیم. کتابی هم در این مورد هست که من بارها معرفی کردم، کتابی به نام هفت آسمان، یه سلسله کتابایی هستش که یه بارم اینجا تکثیر کردن دوستان، از آقای دکتر رستگار هست، اون به تفصیل توضیح نظر علمی داده این سیستم حفاظتی کره زمین رو، طبقاتی که رو جب وجود داره، هفت طبقه و هر کدوم چه نقشی دارن. پس خب این چقدر پر برکته، شما میخواین به اهمیتش پیبرین، فقط این بعضی از این نیروگاهایی که لیک کرده، حالا چرنوبیل تو روسیه یا ژاپن که همین یکی دو سال گذشته، این اشعه هایی که میاد میلیون ها برابر قدرتش بیش از این است، بیشتر از این نیروگاه هاست. اگر اینها مهار نمی شده، سیستم حفاظتی گذاشته، کمربندی به نام کمربند بن آلن هستش که همه این انرژی ها رو میبره دو طرف قطب، اینا رو میسوزونه، این آرورا، این شفق قطبی رو حتما نرفته باشین، حتما عکساشو دیدین که چطور تمام اینها رو داره فیلتره میکنه. به هر حال یه سیستم خیلی حیرت آوری برای حفاظت از حیات در کره زمین، حیات گیاهی، حیوانی یا انسانی وجود داره. این رو آیات متعدد قرآن به عنوان سقفن شدادن، هفت طبقه شدید سخت، یا سقفن تباغن، طبقه طبقه، سب انتباقن، حالا به زبانهای مختلف اینها رو گفته. مجموعش هم یه مقاله، اگه خلاصش هم خواسته باشید بنده تو سایت هم هست میتونید ببینید. به هر حال این چقدر برکته، برکت هم یعنی خیر دائم، چه خیر بزرگی خدا گذاشته که در آسمان سیستم حفاظتی و زینتی برای زمین قرار داده، و جعل فیها سراجن و قمرن منیرن، و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن. نشانه دیگه ای از خدا اینه که شب و روز رو پیاپی قرار داده، پشت سر هم، خلفت یعنی خلیفه هم، پشت سر هم، در تداوم هم دیگه. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، برای کسی که بخواد اراده بکنه که تذکر پیدا بکنه، یا بخواد شاکر باشه. این از نظر لف و نشر، اصطلاح ادبی، شب به ذکر ارتباط پیدا میکنه، روز به شکر. یعنی شب هنگامه توجه و تذکر به خداست، روز خیلی سخته متمرکز فکر کردن،
روز آدم دائما تلویزیون، روزنامه، دوست، آشنا، همکار، خودش هی نگران عجله داره این کار اون کار بکنه، خیلی سخته تمرکز پیدا کردن. تو نمازم اگر دقت کرده باشید آدم خیلی سخت میتونه تمرکز پیدا کنه که مشغول کار بوده بلافاصله 2 دقیقه بعد میخواد نماز بخونه. ولی شب خب بعد از یه مدتی که استراحت آدم کرده، اگه توفیق پیدا بکنه که بیدار بشه با خدای خودش مناجات و راز و نیازی بکنه، خیلی امکان تمرکز بیشتره. بنابراین همیشه شب موقع ارتباط با خداست. البته روزم امکانش هست، ولی در شب میگه ان ناشئت اللیل، اون چه که در شب نشأت پیدا میکنه، به وجود میاد، در درونتون به وجود میاد، هیه اشد و وطن، گامهاتون رو تو زندگی محکمتر میکنه و اقوام و قیلن، گفتارتونم استوارتر میکنه. یعنی خودسازی ها هنگامه شبه. میگه و من اللیل فتهجد بهی، بخشی از شب رو مبارزه کن با خواب. نافلت لک، داوطلبیه، این یه چیز اضافه است، واجب نیست. امید است که پروردگار تو رو به یک مقامات بالایی برانگیخته بکنه، مبعوث بکنه، رشد بکنی، خیلی اوج بگیری. بنابراین شب هنگام به یاد خدا بودنه. میگه زهاد و لیل، کسانی که در شب زاهدند و شیران روزند، پارسایان شب و شیران روز. یک تشبیه هم حضرت علی راجب متقین داره، میگه متقین فاما اللیل، اینا شبا فصافون اقدامهم تالین را اجزاء القرآن، نیمه شبها بلند میشن آیات قرآن رو میخونن، یرتلونه ترتیلا، با آرامش میخونن، تفکر میکنن در اون، وقتی به آیات تشویق آمیز بهشتی میرسن طمع میکنن که این چنین بشن، وقتی به آیات نتایج دوزخی اعمال میرسن اونجا به خودشون هشدار میدن. میگه شب موقع این خودسازی هاست. اما روز فاما النهار فهلما و علما اون ابرار، روز چگونن این آدم ها؟ هلما حلیم، یعنی مردم رو تحمل میکنن، حلم دارن، به خودشون مسلطن، جوش نمیارن، تمپرشون بالا نمیره. علما دنبال علم و دانشن، ابرار دنبال نیکی هستن، خیر و خدمتشون به دیگری میرسه. حالا اینجا به نظر ادبی خداوند شب و روز رو قرار داده، اون کسی که میخواد با خدا ارتباط پیدا کنه بفرماید شب بهترین موقعشه، پرده شب همه رو خوابونده، آرامش، میخوای کار و تلاش و تولید کنی، دنبال علم و کمال و معرفت بری، روزم روشنه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، در روز یک شناوری وسیع برات وجود داره. شناوری یعنی تلاش در واقع دست و پا بزن حالا تو زندگی. از این به بعد ویژگی های عباد الرحمن رو وصف میکنه از این آیه تا انتهای سوره. اگر پشت این ترجمه‌ای که خدمتون داده شده نگاه بکنید، 12 ویژگی از عباد الرحمن هستش که حالا توضیح خدمتون داده میشه. برای اینکه بفهمیم که حالا چرا گفته عباد الرحمن، هیچ جای قرآن بجز عباد الله 7 بار عباد الله اومده، همه جا عبدالله میگه، عبد خدا یا ضمائر عبادهو، همه جا عباد خدا، عباد او. هیچ جای دیگه قرآن بجز عباد خدا این کلمه عباد نسبتی به هیچ یک از اسامی خدا داده نشده بجز رحمان. رحمان فقط 2 بار اومده، شاید 30-40 بار عباد الله. یعنی ما عبدالرحیم نداریم تو قرآن، عبدالعلی نداریم، عبدالعظیم نداریم، فقط عبدالله داریم و عبدالرحمن داریم. 2 باری هم که رحمان اومده، یکی راجب فرشته هاست، میگه و جعل الذین هم عباد الرحمن اناسن، این مشرکین اون عباد الرحمن رو فکر کردن مؤنثن، بال براشون گذاشتن، زن تصور کردن اونا رو. فرشتگان قرآن میگه عباد الرحمن. چرا عباد الرحمنن؟ برای اینکه همه وجودشون رحمته. فرشتگان ملک مقابل شیطان تو قرآن 67 بار یا 68 بار شیطان اومده، 67 یا 8 بار ملک.
با مشتقاتش 88 تا این ور 88 تا اون ور، یعنی این دوتا مقابل همن، یا یه چیزی مضر منفی شیطانیه یا ملکیه. پس فرشتگان که وحی رو میارن، بارون رو میارن، همه کارهای مثبت جهان به دوش اوناست، اینا عباد الرحمنن دیگه، یعنی وجودشون عبد رحمانه، به جز این هیچی نداریم. یه جا دیگه هم بندگان فرشته صفته که همین آیاته، به جز این دوتا هیچ قرآن نداریم، یا فرشته است یا آدم فرشته صفته، که اینجا آدم های فرشته صفت رو حالا توضیح میده. هیچ جای دیگه قرآن به جز این دوتا نداریم عباد الرحمن، هیچ عنوان دیگه هم به جز عباد الله نیست. حالا برای اینکه بفهمیم عباد الرحمن یعنی چی، اینو شنیدین که میگن فلانی شاگرد این فلان استاده، نیست افتخارش، این شاگرد کمال الملک نقاش بوده، نیست این استاش فلان شخص بوده، صنعتکارا این هر چیزا رو هنر پیش کی یاد گرفته، استاد کارش این بوده، خط تو از کجا یاد گرفته، این شاگرد مثلا فلان خطاته. معنای عبد دقیقاً همینه که اگه کسی شاگرد کسیه، اون استعدادای استاد در وجودش تحول پیدا بکنه دیگه. من حالا مثال رشته خودمون میذارم، تو ایران یه نفر داشتیم خیلی همه این رو مهم میدونستن، میگفتن شاگرد فرانک لوید رایت، فرانک لوید رایت اون معمار بزرگ معروف امریکاست، یعنی همینه که این شاگرد او بوده، ما نمیدونیم درس خونده نخونده چگونه بوده، این براش اعتبار فوق‌العاده‌ای تو ایران ایجاد کرده بود. خب عباد الرحمن یعنی شاگرد خدان، شاگرد رحمانن، یعنی شاگرد رحمان یعنی چی؟ یعنی در وجودشون مهربانی تحقق یافته، اهل مهربانی هن، اهل لطفن، عباد الرحمن. حالا اینا رو نمیگه عباد الرحیم ها، هیچ جای قرآن عبد الرحیم هم نداریم، رحیم و رحمت خاص خداست. اونایی که در وجودشون با همه مهربانن، رحمانیت عام خدا رو گرفتن. باز توضیح میدم، ببین خورشید وقتی میتابه اون حرارت و نورش که برای همه است، اون رحمانه، اون نور ویژه‌ای که حالا اگر هر کی بیشتر جذب بکنه بهش میده، اون رحیمه، صفت رحیم خدا برای مؤمنینه، ولی رحمان مال همه است. حالا این بندگان مهربان همه ابعاد وجودیشون شدن شاگرد خدا، شاگرد رحمانیت خدا. حالا ویژگی‌هاشون رو در 12 مرحله میده. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن، این اولیشه، یمشونه یعنی راه میرن، قدم میزنن، اولین نشانه هر کسی راه رفتنشه دیگه، این قبل از اینکه حرف بزنه، قبل از اینکه باهاش ارتباط داشته باشه، آقا این چجوری راه میره. البته بعضی ها یمشونه به معنی خط مشی زندگی هم گرفتن، راه و روشش، راه و رسمش، ولی این نه، سادش همینه. اینا چجوری راه میرن؟ در قرآن بارها جهت منفیش هم گفته، یه جا سوره اسراء میگه لا تمش فی الارض مرهن، اینقدر بابت با تکبر راه نرو رو زمین، انک لن تخرق الجبال، تو لن تخرق الارض، زمین رو که نمیتونی سوراخ کنی، اینجوری پا میذاری و با قدرت داری را میری، ولن تبلغ الجبال طولن، از ارتفاع کوه هم که بالاتر نمیری، اینجور خودت تو داری گرفتی، اینجوری داری را میری. یا در جای دیگه میگه بله ولا تو سعر خد دکل ناس، انقدر سرتو بالا نگی، فخر نفروش به مردم، اینجوری متکبرانه بین مردم راه نرو، خدا دوست نداره اینجور آدم ها. پس یه نشانه ای از آدمایی که از نوع راه رفتنشون دارن فخر میفروشن، تکبر نشون میدن، اینجا در جهت برعکس بندگان رحمان اینه که بابا خیلی دان تو ارث، خیلی فروتنه، اصلا نمیخواد خودشو بالاتر از دیگران، بقیه مهربونه، بقیه رو خال و ذلیل تصور نمیکنه که بخواد خودش رو به یه نحوی برتر نشون بده. این اولین علامته که آدم عبد رحمان شده یا نه. البته اینی که داره میگه از ساده ترین شروع کرده، نوع راه رفتن، حالا بعدن دیگه یواش یواش اسب و اینا اومد و بعضی حالا میخوان با اسب، مثلا اسب هم میرن زین خیلی گرون قیمت و یا اسب مثلا با چه قیمتی. حضرت علی وصفی راجع پیغمبر داره، میگه پیغمبر
یرکب الحمار العاری، سوار الاغ میشد. اسب عربی که تو دنیا معروفه، اونم عاری یعنی بدون زین و برگ. و یردف و خلفه و دو ترکم سوار میکرد. برای پیغمبر اشکالی هم نداشت که تورا بگه بابا بپر بالا بریم. یعنی این نسبت به زمان خودش پیامبر به جای اسب الاغ سوار میشد و اونم بدون زین و برگ و این آرایشات. اونم هیچ چیزی نداشت که حالا ما سواره داریم میریم. اینا جزء به اصطلاح ویژگی های اشخاص میشه دیگه. حالا ما نه سواره نه پیاده میریم مگر اینکه بخوایم ورزش بکنیم. پیاده کسی نمیره، یا سوار اسب هم که نمیشیم، ولی ماشین داریم. از ماشین حالا میشه فهمید که ما عباد و رحمان هستیم یا نه، به خصوص تو مملکت خودمون. آیا به هم راه میدیم؟ آیا از هم جلو نمیزنیم؟ آیا رعایت آبر پیاده رو میکنیم؟ آیا دود به خورد مردم نمیدیم؟ آیا بوق نمیزنیم؟ من هیچ جای دنیا ندیدم بیش از مکه بوق بزنن. اصلا وحشتناکه. هرچی مثل این نزدیکتر بشیم به مرکز اسلام، به این رحمانیت مثل این که داریم بیشتر نزدیک میشیم. حالا برگردیم به نوع رانندگی خودمون، ببینیم که چقدر ما بقیه مردم آدم میدونیم، بقیه به مردم دوست داریم، مردم میخوایم فخر نفروشیم برامونا. این اولین نشانه شه. حالا خیلی مثال میشه زد، وقت داره به سرعت میگذره. دوم چی؟ و ازا خاطبه همول جاهلونه قالو سلامن. وقتی یه آدم جاهلی یه توهینی بهش کرد، یه حرف نامربوطی زد، پاسخش سلامته. یعنی چی سلامته؟ نه که بهش میگه سلام، چون دیدم بعضی ها مثلا که بهشون بد میگه میگه سلام علیکم. منظور این نیست که اون فوش میده تا بگی سلام، البته اونم خودش پاسخ سلامته. یعنی این به چشم طبیب به مردم نگاه میکنه، طبیب دنبال سلامته. یعنی میگه این بیماره. اینی که داره، یه مقاله جمعی خوندم نوشته بود که شما یه عده‌ای هستن که صبح تا شب بیان بیرون، حالا تو رانندگی این برون بر بعدی میگه شما فکر کنی یه ماشین، این ماشینای زباله بری آشغال رو شما میخواد خالی بکنه. منتظر این داشته باشین، منتظر باشین، اهمیت اصلا ندین. قانون این ماشین زباله بری در واقع، یه عده‌ای میخوان آشغال وجودشون عقده ها رو خالی کنن رو شما، بس بکنن. تو اهمیت نده، تو به چشم پزشک به مریض نگاه بکن، دنبال سلامت او باش. این نشانه دوم. تا آدم دوست نداشته باشه مردم رو، رحمانیت در وجودش تحقق پیدا نکرده باشه، نمیتونه با مردم گذشت کنه. آدم جوابشون رو میخواد چهار تا بذاره روش بهشون بده. میتونیم به هر نسبتی به خودمون برگردیم، ببینیم چقدر عباد و رحمان شدیم. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اونایی که به خاطر ربشون، اون ارباب آفریدگار جهان، به سجده و قیام بیتوته میکنند. بیتوته یعنی شب زنده داری، نیمه شب بلند میشه، برمیخیزه. سجده هم خب یه شکل ظاهری داره، یه شکل به هر حال عمیق‌ترش. یعنی اینم یه نشانه‌ایه که با خدا هم ارتباطش قویه، با اونم یه رابطه قلبی صمیمی داره. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. این سومیه یا چهارمیه؟ بله. کسانی که یقولون میگن، یعنی دعا میکنن، ربنا پروردگارا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، عذاب جهنم رو از ما منصرف بکن، بردار. ببینید عذاب، حالا تا فرهنگ قرآن آدم آشنا نشه، خدا کسی رو عذاب نمیکنه. عذاب ضد نعمته، ضد برخورداریه. عذاب یعنی محرومیت. آدم تشنه است، بارها گفتم، آب نباشه عذاب تشنگی میکشه، گرسنه باشه غذا نباشه، خسته باشه جای استراحت نباشه. وجود ما سراسر نیازهایی است، چه مادی چه معنوی. وقتی اینا تأمین نمیشه عذاب میکشیم. خب ما تو زندگیمون خیلی جا هستش که حتی چراغ قرمز رو رد کردیم، عبور کردیم از مرزهای مجاز،
بنابراین نتیجهش به طور طبیعی در وجود ما هست، عذاب میکشیم. میگه خدا اینا رو خونسا کن، از ما بردار این تیکتی که ما گرفتیم به طور طبیعی، این تیکت رو در واقع خونسا بکن. ان عذابها کان قرامن، عذاب جهنم قرامه. قرام آدم بدهکار میگن قریم، چون دست از سر آدم طلبکار رو دست از سر آدم بر نمیداره دیگه، دنبالش میاد تا بدهیش رو طلبش رو بگیره دیگه. یعنی این چون وجودیه دست از سرت بر نمیداره، نمیتونی ازش فرار کنی، طلبکاریست که دنبالت هست. عذاب اون عذاب وجودیه، در نفس خودته. انها ساعت مستقرن و مقامن، بد مستقریه، مستقر جایی که آدم قرار پیدا میکنه، بد جاییه که آدم اقامت بکنه، یعنی سرنوشت خیلی بدیه. از خدا میخوان که آثار و عوارض کارهای خلاف و خطامون رو خونسا کنه، بپوشونه. پنجم، والذین اذا انفقوا، کسانی که وقتی که انفاق میکنن به دیگران کمک مالی میکنند، لم یسرفوا ولم یقتروا، نه زیاده روی میکنه یه مرتبه دچار احساسات و عواطف بشه بگه هرچی دارم بیا ببر، بخواد همه چی رو بده، بابا تو همسر فرزند داری، خودتم آیندهی داری، نه انقدر احساساتی میشه، عقلش رو میذاره کنار، تحت تأثیر عواطف قرار میگیره. ولم یقتروا، یقتروا هم یعنی خست به خرج دادن، ضد وسعته. جای دیگه قرآن هم شبیه این آمده، این دوتا رو کنار هم گذاشته. مثلا میگه کسی اگه رجب طلاقه، اون کسی که وصیه تا اونجا که میتونه بده، اون کسی که مقتر به قدر و اندازه خودش بده، مقتر این کسی که کم میده. در واقع یکی از صفات انسان همین مقتر بودنه. میگه کان الانسان و قطورا، انسان قطوره، قطور نه به معنای چاقا، با تا نیستش، با تی دو نقطه است. انسان اصولا نم پس نمیده. میگه که اگر شما خزائن رحمت خدا رم داشتید، ازن لمسکتم من خشیت الانفاق، میترسیدید بازم بدین به دیگران. اگه دنیا رم داشته باشید باز راحت نیستین که بدید. آدم اتفاقا میبینه اونا که ثروتشون بیشتره به همون نسبت خسیستر هم هستن، آدمی که کمتر دارن راحت تر میدن نمیقداری. در هر حال اینم یک صفته. و کان بین ذلک قوامن، بین این دو حالت، نه همه اون چی که داری از دستت بده که بعد خودت پشیمون بشی، به این معنام تو قرآن خیلی گفته که فلا تبسط کل البسط و تقعد ملومن، از اون من انقدر بده که بعد پشیمون بشی، ای بابا چه کاری کردم، والا خودم نیاز دارم نمیتونم. نه انقدر خسیس باشی که نم پس ندی. بین این دو حالت یک تعادلی رو انتخاب کن، اینم یک نشانه است. والذین لا یدعون مع الله الهن آخر، اونایی که خداپرستیشون خالصه، انقدر دنبال واسطه و شفیع و اونی حرفا نمیرن، همراه خدا کسی دیگر رو نمیپرن، نمیگه که خدا رو کنار میذارن، همراه خدا، شرکت سهامی خدا و بندگان ندارن، با خدا فقط کار دارن دیگه. والذین لا یدعون مع الله الهن آخر، این پنج و شیش، ولا یقتلون نفس التی حرم الله، نفسی رو که خدا حرام کرده هیچ وقت نمی کشن، جان کسی رو نمی گیرن، آدم کشی نمی کنن. ولا یقتلون نفس التی حرم الله، حرم الله یعنی حریم و حدود و قانون قرار داده، مگر به حق. به حق یعنی چی؟ یعنی آدم کشته، اون قانون قصاص هست، یا تو جنگ دفاع باید از خودتون بکنید، خب کشته میشه، این اونجا حقه، به باطل نمیتونید بکشید. این هفت، ولا یزنون، زنا نمیکنن، و من یفعل ذالک یلقى اثاما، کسی اگه این کارو بکنه، یلقى یعنی به لقا، تلقی، ملاقات، ملاقات یعنی رسیدن، به چی میرسه این آدم؟ اثاما، اسام با سه نقطه میگن گناه، ولی اینم بارها توضیح دادم، دو تا واژه تو قرآنه که مقابل همن، یکی اسم یکی بر. بر یعنی وسعت، گشادگی، آدمی که بره یعنی خیرش به همه میرسه، این نیست فقط به همسر و فرزند خودش، فامیل خودش، در همسایه، هی هر چی جلوتر بره خوبیاش، وسعتش بیشتر میشه. اسم درست تنگتره،
میگم فلانی فقط نوک دماغ خودش رو میبینه، نرو مایندده نیست. آدمی که زنا بکنه چه مرحله قلبش چی میشه؟ قلب بسیار بسته و تنگ، یعنی لذت یه ربع نیم ساعته خودش رو، یک شهوت آنی خودش رو ترجیح داده بر عواقبی که به بار میاره این کار برای خودش یا برای طرف مقابل یا برای جامعه. این خیلی خودپرستیه، خیلی خودبینیه که آدم دنبال شهواتش باشه، اونم به صورت ناروا و نامشروع. دلش یه دل بسیار تنگ نظر و خودخواه و خودپرست خواهد شد، لذات خودش رو فقط دیگه تعقیب میکنه از این به بعد. دو سه تا آیه بعد، چون این مسئله مهمی هست، یه توضیح میده که نتیجهش چی میشه. یوزا افله العذاب یوم القیامه، این آدم عذابش روز قیامت چند برابر خواهد بود. و یخلط فیه مهانن، با حالت پست در اونجا جاوید خواهد موند، چون کار بسیار پستی کرده که به نوامیس مردم تجاوز کرده. این کار خیلی پستیه از نظر مصلحت جوامع انسانی، بنابراین سرنوشتش هم پستی هست. الا من تاب و آمن و عملا صالحا، مگر کسی دست از این کار برداره. خدا همیشه یه راه حلی هم جلوش گذاشته دیگه، حالا یه بار یا چند بار یا هرچی کرده، ولی حالا توبه کرده. توبه یعنی برگشت، دست از این کار برداره و ایمان بیاره. البته نه اینکه زنا رو آدمای فقط بی ایمان میکنن، بین مسلمان و مؤمنین فراوان اینا هست. یعنی وقتی تو این کار میکنی از دایره ایمان رفتی بیرون، چه امنیتی باقی گذاشتی برای بقیه مردم و برای نفس خودت؟ از پرتو امنیت خدایی خارج شدی. حالا برگرد، دو مرتبه وارد امنیت بشو و عملا صالحا، عمل کنه، اونم عمل صالحی. به حرف نباشه که توبه کرده، حالا عمل بکنه، در جاده پاکیزگی عفت گام برداره. اینجا عملو دو بار آورده، تأکید داره میکنه. میتونست بگه الا من تابه و آمنه و عمل صالحا، عملا صالحا، یه عمل صالحی، یه کار پاکی بکنه که تغییر بده اون رو. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا رو خدا اون گناهانشون رو تبدیل به نیکویی خواهد کرد. یبدل یعنی تبدیل میکنه، سیئاتهم حسنات، اگه 10 نمره منفی مثلا گرفته باشه، حالا بی حساب نیست بگیم 10 نمرش پاک شد، 10 تا مثبت میگیره. حتما تجربه کردید تو زندگی وقتی آدم یه کار خلافی میکنه، نادم میشه، پشیمان میشه و توبه میکنه، حالت خوبی که با آدم دست میده به مراتب وضعیتش بهتر از قبله. یعنی اینی که آدم پشیمان بشه و به کلی بذاره کنار، یه گام بزرگی در نفسش برداشته. بنابراین اون گام منفی که سقوط داده برعکس تبدیل به یک پوان مثبت میشه. و کان الله غفورا رحیما، خدا غفور و رحیمه. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، مسلما کسی اگر برگرده، توبه یعنی بازگشت دیگه، یوتر، و عمل نیکویی بکنه، قطعا به سوی خدا برگشته. چه بازگشتی، یعنی کم نگیر، بی اهمیت تلقی نکن. ما یه سوره ای در قرآن به نام توبه داریم، اتفاقا توبه وصف اوله، گام اول آدمای خوبه. التائبون العابدون الحامدون الساجدون، ببینید 10 تا صفت داره میاره، با توبه شروع شده. همه صبح تا شب دارن خلاف، آدم هی اشتباه این برابر، مثل کشتی وسط اقیانوس هستیم، دائما امواج ما رو داره به چپ و راست میبره، چپ روی راست روی. توبه یعنی برگرد رو خط اول، اون چیزی که باور داری که این درسته، دائما خودتو مسیرتو اصلاح بکن. این گام اوله هر کاریه. آدم فکر کنه که حالا ما که خب مثلا مسلمونیم، توبه مال آدمای بده، نه، توبه مال مؤمنینه، توبه مال همه انسان هاست، همه نیازمند توبه هستیم. بنابراین میگه برگشته به خدا، اونم چه بازگشته شایسته و خوبی. خب حالا بعدیش راجع به شهادت
چندم میشه؟ بله نهم میشه. والذین لا یشهدون الزور، اونایی که در زور حضور پیدا نمی کنن یا شهادت به زور نمیدن. البته زوری که تو قرآن هست عربی با زوری که تو فارسی میگیم فرق داره. میگیم زور، زورگویی نکن یعنی قلدری نکن، ولی زور معناش در عربی یعنی تمایل به باطل، یعنی نه رو تعادل، چیزی که باطله، میل به باطل داره. از این نظر دروغو میگن زور. بیشترین دیدن مترجما این آیه رو گفتن کسانی که شهادت به دروغ نمیدن، بیشتر اینو ترجمه میکنن. ولی خب اگه میخواست قرآن میگفت ولذین لا یشهدون الکذب. زور خیلی مهمتره، تنها گفتار نیست. هر چیزی که باطله، درست نیست، حضور پیدا نمیکنه. اگه شهادت به دروغ بگیم که خیلی معموله، من تا هفته پیش مقاله اینترنت میخوندم، یه شغل خیلی جالبه، خیلی پولسازی تو ایران شهادت دادن. اطراف دادگستری یه زیادی هستن شغلشون شهادت دادنه، بر حسب نوع پرونده پولی که میگیرن. نوشته بود متوسط ماهیانه 3 میلیون تومان اینا دارن، با چند تاشون مصاحبه کرده بود. البته چون دادگاه های مختلف هم هستن، کسی چه میدونه که برشید، قانون هم نداریم یه کسی چند بار شهادت نده. نوشته بود بعضی از شهادت ها خیلی گرونه و دو سه روزی روش کار میکنن، چی بگن چی نگن، شواهد و مدارکش هم که کجا بودم، تو چی گفتی من چی گفتم، این شغلیه دیگه. این شهادت به دروغه، یعنی پارتی بازی نکنین. اگه فامیلمون، خانوادهمون، هم حزب بریم به نفع اون شهادت بدیم، از گرفتاری نجات پیدا کنه، به دروغ شهادت ندید. حالا شهادت به معنی تنها لفظم نیست، حضور در یه چیزی که باطله، کاری که باطله، عملی که باطله، نباید توش باشی. حالا اگه سربازی گفتن بزن با چماق مردم رو سرکوب بکن، تیراندازی بکن به تظاهر کنندگان، این در یه چیز باطله، من حضور پیدا نمی کنم. تو امریکایتون چند سال پیش محمد علی کلی گفتن برو جنگ با کجا بیاتنم، گفت نمیرم. این میشه عدم حضور در باطل دیگه، نمیرم. محاکمش هم کردن. یعنی کسانی که نه به باطل شهادت میدن نه حضور پیدا میکنن، اینم خودش یک نشون میده آدم مهربانیه به دیگران، نمیخواد به نفع کسی و به ضرر کسی عمل بکنه. و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که به یه لغوی، لغو یعنی بیهوده، بی هدف و بی حاصل برخورد میکنه، با کرامت از کنارش عبور میکنه. یعنی اهل لغو یعنی کاری که هدف نداره، باطله، وقت تلف کردنه، عمر رو به تباهی گذروندنه، این با بزرگواری، با کرامت عبور میکنه از این کنار. دو تا دیگه هست، این دهمی بود، حالا 11 و 12. والذین اذا ذکروا به آیات ربهم، اونایی که وقتی به آیات پروردگارشون متذکر میشن، حالا یه کسی بهشون تذکر میده که خدا اینو خواسته، اینو گفته، یا این کار خداییه، این کار اخلاق، این کار معنویه، یا خودشون یه آگاه پیدا می‌کنن. ذکر مقابل نسیان دیگه، یعنی وقتی به آیات خدا برخورد میکنه، لم یخروا علیها صما و عمیانا، کر و کور برخورد نمیکنه. این چی میخواد بگه؟ آیات خدای قرآنی که میخونه فقط نمیخواد بر همجوری بخونه که ثواب داره، بذار تون گفتم ما رمزون یه دور قرآن بخونیم فکر کنه ثواب تو الفاظه. فقط حفظ قرآن نیست، برخوردش یخرو یعنی افتادن روی چیزی، این بارها تو قرآن اومده، فقط احساساتی برخورد کردن. میگه اینا کر و کور برخورد نمی کنن، یعنی خدا نمیخواد کسی مقلد خودش باشه، خدا تعبد رو قبول نداره، تعبدی خدا پرستی کردن. آیه 36 سوره اسراء رو بیارید، اسراء سوره 17 هم میگه لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی رو تا علم بهش پیدا نکردی نرو دنبالش. تقف از قفایه میاد، یعنی دنبال این آقا، دنبال این مرجع، دنبال حالا یه آقا یا دنبال یه کتاب، یه تز، یه حزب، هر چیزی. لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد، این سه تا ابزار شناختت، گوشت،
چشمت و قلب حالا یا عقل کان اندهو مسئولا انده سمب و البسر و الفاد کل اولایکه کان اندهو مسئولا، همه اینا پیش خدا پاسخگو باید باشن. خدا میگه من به تو چشم دادم بخونی، گوش دادم بشنوی، غلط کردی رفتی از یه نفر آقا تبعیت کردی یا دنبال این گروه اون گروه نفهمیده. حالا این که خدا به ما صریحا گفته که تا علم نداری نرو دنبالش، بعد میگه بجز من، خودشو استثنا میکنه. قانون خدا که دو جور نمیشه، در برابر همه شناخت پیدا کن، در برابر من نکن تعبدی تقلیدوار. میگه بندگان الرحمن اینن که مقلد خدا هم نیستن، تعبدی هم بندگی نمیخوان. حالا تعبدی به یه معنایی که خودش آدم با تمام وجود عبد خدا بکنه اون که خیلی هم خوبه، تعبدی یعنی چشم و گوش بسته آقا میفرمایند اینجوری گفتن. خب این آیه این معنا نداره که نماز اگه نمیفهمید مشمول این قرار میگیری. آیه معنی رو نداره که قرآن آدم میخونه نمیفهمه معناشو، فقط میگن ثواب داره این سوره یا نمیدونم انا انزلنا رو انقدر بخون اون مشکل حل میشه. اینا خلاف این آیه است، یا لااقل خلاف عبدالرحمن شدنه، عباد الرحمن بودنه. اونا اینجوری نیستن، اونا مثل ابراهیم هن. ابراهیم میگه که خدای چگونه مرده رو زنده میکنی؟ میگه مگه ایمان نداری؟ میگه چرا دارم ولی میخوام بفهمم. ولیکن لتطمئن قلبی، قلبم باید آرامش پیدا کنه، خدا خوشش میاد. باریکلا این همینجوری قبول نمیکنه. بعد میگه خب حالا برو این آزمایش رو بکن، چهار تا پرنده بگی چیکار کنه الاخر. مخصوصا این داستانا را برده که با خدا که میدونه من مثلا تو دلم شک دارم همین جوری میگم آره قبول دارم. خدا میگه آره جون خودت قبول داری؟ چی قبول داری؟ من که میدونم نداری. خدا که از من بهتر میدونه، که برام میخواد که من مطالعه کنم، فکر کنم، بفهمم. اونه که آدم رو میسازه. اینم در واقع یه درس بزرگی که چقدر ازش ما جوامع اسلامی غافل هستیم. اما آخرینش، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. این دعای خانوادگیه، دعای همسر و فرزنده. اینو بعد نیست حفظ باشین تو نمازتونم بگین دیگه تو قنوت. کسانی که دعا میکنن پروردگارا هب لنا، یه همچین موهبتی به ما بکن. موهبت یه بخشش یه طرف است. میگه فلانی مالشو هبه کرد یعنی چی؟ یه وقت شما یک کسی طلبکاره از شما، یه خدمتی کرده بهش چیزی میدین پایا پایه. ولی یه وقت هست که هبه میکنید، من این مالمو دادم به فلانی. یه وقت هست که ما یه لیاقتی داریم، شایستگی داریم، طلبکاریم از خدا، میگیم خدایا بده مزد ما رو، بده اجر ما رو بده. اینجا میگه نه، تو باید هبه کنی، این لطف خودته، موهبت خودته. چیه این موهبت؟ حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعینه، همسران ما. البته چون جمع دارن میگن همسر، نه که حالا ما همسرهایی باید داشته باشیم. همسران و فرزندانمون اینا وسیله چشم روشنی ما باشن. این یه اصطلاح قرت اعین. آدم وقتی که نگران وضعیت سلامتی جسم، جان، تحصیل، فرزندانش هست، نگران دیگه، آرامش نداره. آه چی میشه این؟ آیا این به جایی میرسه؟ نمیرسه؟ همش نگرانن پدر و مادر. این چشما مثل این که این برو من میده قررت چشم، چشمشون راحت که آرام، ریلکس. خدای ریلکس کن ما رو در سرنوشت همسرمون، یعنی خیالمون از اونا تخت باشه. حالا ما معمولا خواستایی از خدا خواستایی دنیاییمونه، این شوهر خوبی گیرش بیاد، این زن خوبی گیرش بیاد، این سلامتی بیماریش خوب بشه، این خونه خوبی، زندگی خوب، ماشین خوب. ولی همه اینا اگه همش هم تامین باشه، دنیا رو هم به آدم بدن، 100 سالم عمر داشته باشه، در برابر آخرت یه چشم هم زدنم که بیشتر نیست. اون چیزی که مهمه ابدیت ایناست، آینده ایناست. اینو بیشتر باید دعا کرد. بالاخره این دنیا هر جور باشه میگذره، وضع مالیشون خوب باشه یا نباشه، تحصیل بکنن یا نکنن، اینا که هدف ما نیست. همه خوبه، باید دنبالش بریم، ولی هدف ابدیته، برای ابد ساخته شدن اون شخصیت درونی ماست.
یعنی این خواسته اگه در وجود آدم بیاد که واقعا از ته قلبش، از صمیم دلش برای عزیزانش بخواد که خدایا اینا رو تو بندگانی بکن که خودت راضی باشی از اینا، خب چگونه راضی باشن؟ چگونه اینا بندگانی که چشم روشنی باشن؟ قسمت دوم آیه، وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو امام اینا بکن. خیلی به نظر غیر عادی میاد، امام یعنی پیشوا، یعنی دو صد گفته چون نیم کردار نیست. ما هرچی بگیم که این کار کنیم کار کنیم، بچه ها وقتی میبینن که پدر مادرشون به گونه دیگه دارن عمل میکنن، هزار بارم بهشون نصیحت کنیم گوش نمیکنن. ما امام باشیم، امام یعنی الگو. بارها عرض کردم بنده ها این شاغولی که میگیرن این بهش میگن امام، یعنی بچه ها یا همسر آدم از طریق الگوی عملی رول مدل بودن ما تقوا پیدا بکنن. یه دعای دو طرفه است، اونا تقوا یعنی سلف کنترل پیدا کنن. چگونه سلف کنترل؟ وقتی ببینه که پدرش داد میزنه رو سر همسرش، سلف کنترل نداره که، اون بچه که سلف کنترل پیدا نمیکنه، اونم رو سر خواهرش داد میزنه یا همکلاسش یا همسایه‌اش یا دیگری. یعنی از این طریق اونها تقوا پیدا کنن با الگو بودن ما. این بعضیا خیلی تعجب کردن که مگه میشه همچی دعایی آدم بکنه، خدای ما امام متقین جهان بشیم. این بحث خانواده است، تو یه آیه است. خب این دوازدهمیش بود دیگه، اولائک یجزون الغرفت بما صبروا، اینا غرفه رو جزا میگیرن. جزا یعنی پاداششون چیه این آدم ها؟ به چه خاطر؟ به خاطر صبر. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی مقاومت. مقاومت درباره اینکه عصبانی شده به همسرش، به فرزندش بد نگه، اگه میخواد پول بده نفسش میگه مال خودت باشه، مقاومت بکنه. همه اینا مقاومت میخواد. من دلم میخواد سرم بالا بگیرم با توختر را برم، ولی یه یواش، یه مقداری فروتن باش، متواضع باش. آدم باید با نفس خودش بجنگه دیگه، جنگم یه روز دو روز که نیست، یه عمری باید بجنگیم با خودمون، در درون خودمون، با اون نفسی که نفس الامارتون به سو. نفس انسان هی به آدم فرمانایی میده. حضرت علی میفرماید ان المؤمن لا یمسی ولا یصبح، مؤمن شبی رو به روز نمیسونه، ولا من روزی به شب الا و نفسه زنون و نفسه زنون نده، مگر اینکه نفسش مورد سوء زن شه. فلا یزال زاریان علیها و مستزیدن لها، دائما به خودش انتقاد میکنه و بیشتر از خودش طلب میکنه. کار خوبم کرده باشه میگه بیشتر بیشتر بیشتر، شوخی نیست، یه ابدیت دیگه. یعنی دائما آدم در جنگ با نفسانیات خودشه، عقلش با نفس راحت طلبش داره میجنگه دیگه. خب اینا صبر پس کردن، همه این دوازده مورد صبر میخواد. غرفه رو میبرن، غرفه رو مترجمین گفتن قسمت بالا، میگه خونه، میگن غرفه خونه شانشین، ولی غرفه تو قرآن توضیح هم دادم، من وقتتون نگیرم، فرصت داره تمام میشه. غرفه یعنی با دست برداشتن. داستان طالوت تو قرآن میگه هیچ کسی آب نخوره الا من اقترف غرفتن، مگر یه کف دستی برداره. غرفه یعنی، من تو ترجمه نوشتم دستاوردهای بهشتی. دستاوردها یعنی کارهایی که تو دنیا کردند. جزاشون چیه؟ جزاشون به تناسب دستاوردشونه. چی کار کردی؟ هر چقدر پول بدی آش میخوری دیگه. چقدر پول دادی؟ چقدر مایه گذاشتی؟ چقدر همت کردی؟ به قدر اون در بهشت جایگاه داری. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، با چی؟ به ملاقات چی میرسن؟ تحیت از حیات میاد، زنده باد، یعنی حیات، زندگی خواهند دید در اونجا، زندگی ابدی و سلامت. آدم ممکنه زنده باشه ولی بیمار باشه، دیپرس باشه. تحیتا و سلاما، زندگی و سلامت. خالدین فیها، برای ابد خواهد بود. حسنت مستقرا و مقاما، عجب جای استقرار خوبی و جایگاه خوبی. این عین آیه 66، اون برای دوزخیا بود، این برای بهشتی هست. اما آخرین آیه که اینم خیلی آیه مهمیه،
قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم. پیغمبر به مردم بگو اگه شما دعا نداشتین خدا چه وزنه ای کف ترازو میذاش براتون. یعبؤ از عبا میاد، عبا یعنی ثقل یعنی سنگینی. این اصطلاح رو از رنه دکارت شنیدین، من فکر میکنم پس هستم دیگه نیست. قرآن میگه من دعا میکنم پس هستم. البته منظور از دعا دعای دینی نیست، دعا یعنی خواسته های آدم، دعا یعنی هر چی که آدم میخواد. حضرت علی تو نهج البلاغه تو نامه به امام حسن داره میگه اون کسی که ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون کسی که تمام گنجینه های جهان به دست قدرت اوست، قد اذن لک فی الدعا، به تو امکان دعا داده. به انسان ها، نه به تنها مؤمنین. دعا یعنی خواستن. انسان خواست پرواز بکنه بهش رسید، خواست تو دریا بره کشتی ساخت، هر کاری. اون چی که چون حیوانات که دعا ندارن، هیچ حیوانی هیچ موجودی تو دنیا به جز انسان دعا نداره. دعا یعنی خواسته، هدف، تارگت، یه چیزی رو میخواد که تابش برسه، میخواد پرواز بکنه، بالاخره میرسه. کدوم حیوان خواسته پرواز بکنه؟ اینا رو بهش میگن دعا. میگه اون کسی که تمام جهان در اختیار اوست، ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، قد اذن لک فی الدعا، به تو اذن دعا داده، چراغ سبز داده، و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم خودش تکفل کرده. چگونه؟ به ما جعل میگه که مفاتی، کلیدهای اجابت هم تو دستت گذاشته. کلیدش چیه؟ تو بخواه بهش میرسی. به ما جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، تمام گنجینه های جهان کلید و خدا داده دست شما. هزاران گنجینه در جهان، گفته اینم کلید. کلیدش چیه؟ دعا. بخواه میرسی دیگه، یعنی ارادت رو قوی بکن برای رسیدن به. میگه حالا اگه شما دعا نداشتین خدا چه ارزشی براتون قائل بود؟ یعنی خدا میخواد ما رو بکشه. و چقدر چی میخوای؟ فقط خودتی، شکم و شهوت و شهرت، همسر و فرزندت هم هست، فامیلت هم هستن، هموطنانت هم هستن، بشریت، طبیعت، همه هست. هر چی بری بالاتر خواستت، مثل ابراهیم دعا میکنه خدای اینجا رو شهر بکن، خدای همه رو روزی بده، خدای از بین کسانی که اینجا میان یک کسی به وجود بیاد، بشریت رو زیر و رو بکنه، متحول بکنه. ببینید چقدر ارزشش رفته بالا. ارزش هر کسی به اندازه سقف دعاشه. دعا به اون معناست. خدا میگه تو هر چی بخوای بگی که ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا. خب بعضیا میگن خدا بده تو دنیا، بعضیا میگه خدا تو دنیا بده، خوبشو بده، فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. میگه چرا؟ میگه هر کی هر چی دعا کنه من بهش میدم، هر چیزی بخواین موجباتشو براتون پرم کردم. حالا چیز خوب بخواین. اگه شما دعا نداشتین چی داشتید؟ فقط کذبتم. شما اینو تکذیب قبول نداری که مستقیم میشه سراغ خدا رو از خدا خواست. فکر کنی متوسل به این بت باد بشین، به این، به اون، به اون، چسبیدین به واسطه ها. لقد کذبتون. چون مشرکین معاصر پیامبر میگفتن مستقیم که سراغ خدا نمیشه رفت، اینا واسطه های ماست، ها اولای شفعاء اونا عند الله، شفیعان ما نزد الله هن. میگه اینا قبول ندارید که انسان با خدای خودش مستقیم ارتباط پیدا میکنه. به تعبیر حضرت علی، لم یجعل بینه و بینک من یحجبک، بین خودش و بین تو کسی قرار نداده حاجب باشه، دربان باشه، شفیع باشه. اینو به فرزندش امام حسن داره میگه. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. خب تکذیب کردید، به زودی هم آثار تکذیب ملازمتون میشه. ملازم یعنی چی؟ یعنی به نتیجهش میرسید دیگه، لازم و ملزوم. به زودی به نتیجه این که با خدا مستقیم ارتباط پیدا نکردید، رفتید سراغ جای دیگه، نتیجهش هم میگیرید دیگه خودتون. صدق الله العلی العظیم.